برام خدا سلام و شبتان بخیر. امروز پنجشنبه 23 جوزا 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 13 جون 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. حضور آمریکا به ایران در مورد روند صلح افغانستان. اگر ایران مشکلات دیگر ایجا میخواهند بیارند که پیچیدگی بیاره در اینجا در کار کوشش های ما، عکس العمل ما بسیار منفی خواهد بود. جان باختن 9 تن در حمله انتحاری در ننگرهار. پاگم نه هی په مربوطاتو کې په محلي پولیسو د چپلار ټینډر باندې انتحاری شوی ده چې په دې کې 9 نفر شهیدان دي او 10 نفر زخمیان دي. و برنامه دیدار ترامپ و پوتین در حاشیه نشست گروه 20. مشروع خبرها. اگر ایران در تلاش‌های صلح آمریکا برای افغانستان مانع ایجاد کند، با ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. زلمه خلیزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در مناظره تلویزیونی با آریانا نیوز می‌گوید ایران نباید جنجال‌های خود با آمریکا را در افغانستان حل کند. در همین حال آقای خلیزاد می‌گوید پاکستان برای بهبود روابط خود با جهان و آمریکا باید روابط خود با افغانستان را بهتر بسازد. خالد نگزاد این گزارش را تهیه کرده. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در مناظره تلویزیونی با آریانا نیوز هرچند کشورهای تاثیرگذار منطقه را برای تلاش‌های صلح افغانستان تشویق می‌کند، اما به ایران هشدار می‌دهد که اگر به رویارویی با آمریکا در افغانستان بپردازد، خود را با ایالات متحده آمریکا روبرو کرده است. اگر ایران مشکلات دیگر ایجا می‌خواهند بیارن که پیچیدگی بیاره در اینجا در کار کوشش های ما، عکس العمل ما بسیار منفی خواهد بود. باید افغانستان از این مشکلات دور نگاه داشته شود. سال هاست که افغانستان با همسایه نزدیکش پاکستان روابط پر از فراز نشیب داشته است، اما آقای خلیلزاد تاکید دارد که بهبود روابط پاکستان با افغانستان روابط جهان و آمریکا با اسلام آباد را نیز تغییر خواهد داد. همکاری با افغانستان، حل مشکل افغانستان دروازه را باز کرده میتونه برای همکاری بین دنیا غرب به خصوص امریکا با پاکستان. حال رابطه ما در چند سال گذشته بسیار یک رابطه مشکل بوده، پیچیده بوده و ما طرفدار هستیم که یک رابطه بهتر بیاید. آقای خلیلزاد از توافق چین و روسیه برای تلاش‌های صلح افغانستان خوشنود است و میگوید که آلمان نیز برای حل جنگ افغانستان دست به کار شده است. طالبان خواهان همکاری دامدار آمریکا پس از توافقات احتمالی صلح‌اند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در بخش دیگری از مناظره آریانا نیوز میگوید این گروه میخواهد رابطه سیاسی و اقتصادی پس از صلح با دولت آمریکا داشته باشند. آقای خلیزاد میافزاید که آمریکا نیز آماده همکاری است و میخواهد روابطش با افغانستان دوامدار باشد. علی اصغری گزارش میدهد. از گفته های فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیداست که طالبان پس از توافق احتمالی صلح خواهان ادامه همکاری های راهبردی با ایالات متحده هستند، رابطه ای که همکاری های سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد. طالب هم حتی به ما میگن که اونا یک رابطه خوب در آینده با آمریکا میخواهند که روابط اقتصادی، سیاسی، همکاری وجود داشته باشد که ضرورت به کمک است و ماذر هستیم که دمی حال بگویم در بعد از سال ما به کمک های لازمه که ضرورت باشه دوام میتیم. آقای خلیلزاد پیام های زیادی از دوحه آورده بود که در برنامه مناظره آریانا نیوز با مردم شریک شد، لیکن انتظارها این بود که بیشتر آنچه میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه دیالوگ میشد را آقای خلیلزاد به بیرون مخابره کند.
صحبت های آقای خلیلزاد خوشبینانه بود و امیدوار کننده بود، اما تنها موضوعی که اینجا کمتر رویش تمرکز شد و موضوع خانم ها بود. پنج جلسه صورت گرفته با طالبا و برای گروه های منطقوی و دنیا یه از مردم داره پوشیده مانده، مردم اصلا نمیفهمند که در جلسه های مخالف چی صحبت های شده. ظاهراً افغانستان از امریکا خواهان نمایش قدرت برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات میان. در اثر حمله انتحاری در ولایت ننگرهار 9 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید که در این حمله فرماندهی پلیس محلی به نام ازمرای از ولسوالی چپرهار هدف قرار گرفته است. من به افزوده که فرمانده ازمرای با 3 محافظش در جمع جان باختگان این رویداد هستند. حمله کننده انتحاری ساعت 4 عصر روز پنجشنبه موتر زمرای فرمانده پلیس محلی ولسوالی چپرهار ننگرهار را در چهارراهی فامیلی های شهر جلال آباد مورد حمله قرار داد. گواهان رویداد میگویند پس از حمله شماری از دکان ها در منطقه رویداد آتش گرفت. دورو را من ناسو دغل تلک روزمره دغه غونده بس یو درز و شودرا سره ورو را چغی شو یاره خانه منډی شو اورز شو بسار سړی د ډار څوک دسه منډی چا دسه منډی و اهل او زخمیان او مړی او شهیدان سپراته و بس دغه مولې دلا قوالا تعالی دی پاکستان تباہ و باقی مثال ته دکانم صدر اغسته بس نور پونه سو چې دکان ته پلار ورته نشو زو ورته نکړم نور غاشو او بس نور بس زما خو ولاړم مو بیت چراغ لو بس اغسته د کور ودانی ولاړو مونږ ورته مال دکان به سبن کا پلارم د خپل غونډه غوسه شوی ډیر نه دی. بر اساس معلومات مسئولان محلی در این رویداد فرمانده زمرای با 3 محافظ و 5 غیر نظامی جان باختند. بر اساس معلومات مسئولان صحی این ولایت از این رویداد 13 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که فرمانده زمرای زمان مورد حمله قرار گرفت که به سوی ولسوالی چپرهار در حرکت بود. شپږم ناحیه په مربوطاتو کې په محلي پولیسو د چپلار ټیم لیډر باندې انتحاري شوی ده چې په دې کې 9 نفره شهیدان دي او 14 نفره زخمیان دي چې په دې کې 3 نفره چې دي هغه ملکي دي او 3 نفره چې دي نظامي دي هغه محلي پولیس دي او په ملکیانو کې چې دي 2 نفره 11 نفره چې دي هغه ملکي خلک دي او 2 نفره چې دي محلي پولیس شي. ده چهارای فامیلی ها در جلال آباد از مناطق مزدحم است. در این رویداد 2 موتر و 3 رکشا نیز خساره دیده و برخی از دکان های محل آتش گرفته است. تا حال مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی بر دوش نگرفته است. روسیه در تلاش برای بهبود وضعیت در افغانستان است. رئیس جمهور روسیه با تاکید به این مطلب میگوید که هنوز چالش‌های زیادی در افغانستان است که باید با آنها رسیدگی شود. در همین حال رئیس جمهور غنی میگوید که فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان طرح حکومت افغانستان را تعقیب میکند. روحید اندیشمند گزارش میدهد. قول تازه پوتین برای بهبود وضعیت در افغانستان. رئیس جمهور روسیه در یک گفتگوی ویژه با یک رسانه روسی گفته است که این کشور آماده همکاری با بسیاری از کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا برای بهبود وضعیت در افغانستان است. ما قطعا در مورد مسائل خاورمیانه نگران هستیم و انکشافات در افغانستان را از نزدیک دنبال می کنیم و همکاری خود را با سایر کشورها به ویژه ایالات متحده در مورد وضعیت افغانستان ادامه می دهیم. امیدواریم که نقش جامعه جهانی هم در این زمینه مثبت واقع شود. اینجا در افغانستان، رئیس جمهور غنی پس از دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، از تلاش های ایالات متحده آمریکا برای افغانستان راضی به نظر می رسد. اجماع بین المللی مطلق با وجود آمد. و ایرم برتان اطمینان می توانم که ایالات متحده آمریکا آل طرح ما را تعقیب می کنه، نکدام طرح دیگر. در سوی دیگر جنرال مکنزی فرمانده مرکزی نیروهای دریایی آمریکا در خاورمیانه گفته است که حضور داعش در افغانستان برای آمریکا نگران کننده است. حضور گروه داعش در افغانستان و نگرانی روسیه از وضعیت این کشور در حالی مطرح می شود که به تازگی افغانستان در مقام نخست کشورهای ناامن از سوی انستیتوت صلح و اقتصاد که مقر آن در استرالیا است قرار گرفته است. شهروندان کشور هم وضعیت امنیتی را در افغانستان چندان مناسب نمی‌دانند. ولی تو وضعیتی که تا هنوز شما شاید شاهد باشین، چند روز قبل، 2 هفته قبل، 1-2 روز پیش از رمضان در اینجا در سر
سرک یک نفر کشته شد. امنیت در کل در مجموع در افغانستان روز به روز به بحران رفته رو است و امنیت ما روز به روز خرابتر شده میره. در سال جاری هرچند گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شدت گرفته است، اما با آن هم از آتش جنگ در شمار مناطق افغانستان چیزی کاسته نشده است. مداخله حکومت و سیاسیون در نهادهای عدلی و قضایی نگران کننده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید برای تامین عدالت نیاز است تا در این نهادها مداخله صورت نگیرد و مستقلانه به دوسیه ها رسیدگی شود. در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری تاکید دارد که برای مبارزه با فساد و تامین عدالت باید محاکم به گونه علنی برگزار شود. خالد نیکزاد با جزئیات بیشتر در این مورد. چرا مردم به نهادهای عدلی و قضایی باور ندارند؟ دیدبان شفافیت افغانستان در نشست زیر نام عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی و قضایی مداخله حکومت و سیاسون در این نهادها را نگران کننده می داند و تاکید دارد که با این وضعیت عدالت تامین نخواهد شد. دیمونگ عدلی و قضایی و گارونه چه باید خپلواکی در روزر یوائی ایدی بچارو که مداخله تر دیکا چه پوری وی چه مجرم با ونی ور شو او د لوړپور چارواکو لخوا نه بیا په دې ادارو ته باندې بیا فشار راغلل چې تاسو د مجرمین پرېږدئ. نو څنګه باید جرم له منځه راشي چې کله د قانون تطبیق شتون ونه لري؟ اما حکومت تاکید دارد که برای مبارزه با فساد و تامین واقعی عدالت محاکم باید به گونه علنی برگزار شود، زیرا یک شمار افراد از نهادهای عدلی و قضایی اعتراض دارند. علنی بودن محاکمه در حقیقت از دو عنصر تشکیل میشه. یکی اینکه خود علنی برگزار کردن محاکمه یا محکمه یک حق است، یعنی اگر بگیم حق همه مردم است یا حداقل حق اطراف دعوا است. در همین حال معاون تحقیق دادستانی کل نگران زراندوزی هاست. شما نباید تابع غریزه اطفاء امو ثروت اندوزی شوی و به خاطر به دست آوردن مال از طریق نامشروع عدالت پامال بکنه. دیدبان شفافیت برای تامین عدالت تاکید بر شفافیت، حسابدهی، مشارکت عامه، تقویت سیستم های مراقبت های داخلی، استقلالیت، ضرورت نهادهای نظارتی، انتخابات باز، استفاده از تکنولوژی و امانتداری در نهادهای عدلی و قضایی دارد. بودجه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون نهایی نشده است. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب میگویند که رایزنی روی این بودجه ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان هشدار از احتمال اشتراک کم شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری نیز خبر میدهد. با این همه نهادهای ناظر بر روند انتخابات مشکلات مدیریتی، تکنیکی و فساد را از بزرگترین چالش ها در این کمیسیون میدانند. سمی جهش گزارش میدهد. در نشست ملی انتخابات اعضای کمیسیون های انتخاباتی، فعالان مدنی، نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب چالش ها، فرصت ها را مورد بحث قرار داده و دیدگاه هایشان را مطرح کردند. 3 ماه و 17 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، اما تا اکنون رقم دقیق بودجه این روند ملی روشن نیست. بودجه پاسخگو برای انتخابات شفاف باشه. انشالله در ریزنی هستیم امرای جامعه بین المللی. امروز هم صبح در این مورد مجلس داشتیم و ای را ما تا دو روز آینده نهایی خواهیم کرد و به نشر میرسیم. نگرانی از احتمال شرکت کم مردم در انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آمدن بحران نیز از سوی اعضای کمیسیون انتخابات مطرح می شود. اگر خدای نخواسته ما این کار را کرده نتانیم، سطح رای دهنده پایان باشه، بخصوص در اوضاع بد امنیتی که خدا کنه تا روز انتخابات ما پس بتانیم تامین امنیت محلات و مراکز رای دهی ما را داشته باشیم. نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند چالش های تکنیکی، مدیریتی و مشخص نبودن بودجه باعث مندسه شدن انتخابات می شود. کسایی که در رأس در قدرت قرار دارند نمی خواهند که از اون سیستم استفاده شود و شفافیت بتوان حاکم باشد تا اینکه زمینه مهندسی برشان فراهم شود. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به 1 هفته از روند نامنویسی تقویتی نزدیک به 15,000 تن ثبت نام کردند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی در این مورد 41 شکایت را در کابل و بیش از 100 شکایت را در ولایت‌ها به ثبت رسانده است. یو تلویک شکایتونه دیم؟ تا
چاغه سبسې ویدی په فورمو کې راغلی دی او منتظر یو چې ان شاء الله ول شکایتونه سی کوي سی پر بنیاد گفته های رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل عدم همکاری به موقع نهادهای حکومتی برخی از مرکزهای نامنویسی تقویتی به ویژه در ولایت غزنی با چالش های روبرو شده است اما در ولسوالی های بالامرغاب بادغیس، دایچوپان زابل و خواجه‌غار تخار به دلیل نبردها مرکزهای نامنویسی باز نشدند پس از وقت کوتاه بیننده خبرهای خارجی باشید دوباره خوش آمدید توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان رئیسان جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه نشست گروهی 20 با هم ملاقات خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروهی 20 در ژاپن دیدار و گفتگو کنند. کرملین تا اکنون در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس روسیه گفته است که تاکنون روشن نیست که رؤسای جمهور در حاشیه نشست گروهی جی 20 در شهر اوساکای ژاپن دیدار خواهند کرد یا خیر اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در مورد آن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می رود نشست سران گروه جی 20 در 28 و 29 ماه جون سال جاری میلادی برگزار شود پیش از این رئیس جمهور ترامپ در ماه جولای 2018 میلادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فنلند ملاقات کرده بود این ملاقات که 2 ساعت دوام کرد در آن زمان انتقادات زیادی را به همراه داشت قوای بحری آمریکا به 2 کشتی نفتکش که در بحر عمان مورد حمله قرار گرفتند کمک میکند. گزارش ها حاکی از آن است که این 2 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. قیمت نفت نیز پس از این رویداد افزایش یافته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که قوای بحری آمریکا در منطقه پیام‌هایی از این 2 کشتی دریافت کرده‌اند و در حال کمک رسانی به آنها هستند. شرکت‌های اداره کننده این کشتی‌ها می‌گویند که عملی آنها نجات داده شدند. ماه گذشته نیز 4 کشتی نفتکش در سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت که تنش میان آمریکا و متحدان آن را در خلیج فارس افزایش داد. از سوی دیگر رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری آرینا از انتقاد 44 کشتی ایران به بندر جاسک پس از کمک به آنها در بحر خبر می‌دهند. بیننده خبر اقتصادی هم پس از وقت کوتاه باشید. دوباره خوش آمدید. مسئولان در وزارت معادن و پترولیم میگویند که ارزش معادن سنگ مرمر افغانستان 150 میلیارد دلار تخمین شده و تلاش می شود تا سکتور خصوصی در این بخش سرمایه گذاری کند. با گفته آنان قراردادهای سنگ مرمر به شرکت های داده می شود که زمینه پروسس آن را در داخل کشور مهیا کنند. قرار است وزارت معادن و پترولیم برنامه قراردادهای استخراج معادن سنگ مرمر را با سکتور خصوصی در آینده نزدیک آغاز کند. شرط امضای قرارداد با شرکت‌ها این است که برای پروسس سنگ مرمر در داخل افغانستان زمینه را مهیا کنند. افغانستان که اس محل مونگا تر یوسل 50 میلیارد دلار از اغه ذخایر لرو او دا ذخایر په افغانستان کې موجود جدیدی لپاره چې اغه پروژې په مختلفو ولایتونو کې پلان شي اعضای سکتور خصوصی هم آماده اند تا برای پروسس سنگ مرمر در داخل کشور زمینه سازی کنند ما اول مسئولیت دادی چې بل دخل وکړ نو په معیاري سرمایه گذاری کې باید سکتور خصوصی خپل رغند رول ادا کړي او راسی اوس پنګونه وکي او سکوپ چې د دې ویلې دي زار کام باندې نه پېژم چې اوس درته وایم چې یا تایید کوم یان آگاهان اقتصادی خواهان سهل شدن کار شیوه قراردادها و تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش از سوی حکومتند. بله شکه چی په معدن کې موږ لوی پنګوالو ته ضرورت لرو چې لوی پنګونه باید وشي په میلیونو ډالر او په میلیاردونو ډالر باید پنګونه وشي اوسنۍ پنګونه چې کومه سوې ده دا کمه ده د تقویت لپاره باید کار وشي به باور اعضای سکتور خصوصی اگر حکومت برای قرارداد استخراج معادن عملا گام بردارد برای هزاران تن در کشور زمینه کار مهیا خواهد شد توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل
یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 60 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول. 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه پاکستانی 531 افغانی و 1000 روپیه هندی 1130 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پوینترین 16، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 36 پوینترین 20، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پوینترین 21، جلال‌آباد نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 40 پوینترین 26، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پوینترین 21، غزنی نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 28 پوینترین 12. تشکر از همراهیتون با ما. شما خبری این ساعت، شبتون خوش، خدا نگهدار.